در حالی که بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی در کشور نیمه کار رها شدند، کلنگ یک مجتمع پتروشیمی نزدیک تالاب میانکاله در دهستانی به همین نام اسفند سال 1400 به زمین خورد. تصویب این طرح در سال 99 صورت گرفت و اواخر 1400 کلنگزنی آن توسط وزیر کشور انجام شد. اقدامی که فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه را به شدت نگران کرده است. تولید 120 هزار تن پروپیلن با سرمایه گذاری 370 میلیون دلار در فاز اول در عرصه 90 هکتاری برای این پروژه در نظر گرفته شده. احمد وحیدی وزیر کشور در روز کلنگزنی اعلام کرد که توافقات محیط زیستی برای ساخت این مجتمع پتروشیمی دریافت شده. اما همان روز علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست گفت با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد فاقد اعتبار است. به تازگی سندی منتشر شده که نشان می‌دهد برخلاف آنچه به اطلاع سازمان منابع طبیعی رسیده، اراضی حسین آباد میانکاله مشمول طرح مرتعداری است و این گزارش خلاف واقع روند غیرقانونی تخصیص 90 هکتار از اراضی ملی به طرح پتروشیمی را تسهیل کرده است. 70 نفر از دامداران میانکاله، اراضی حسین آباد و للمرز دارای پروانه چرا هستند، این یک طرح مرتداری 90 صفحه‌ای به صورت تلفیقی در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به تصویب رسیده و علارغم وجود طرح مرتداری و علارغم وجود پروانه برابرداری بدون عقض رضایت از دامداران و دارندگان حقوق انتفاعی یا ذی‌حقان این 90 هکتار به پتروشیمی که دارنده آن یک شرکت سامی خواسته واگذار شده. لذا نظر به این که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران در مقام استنکاف از رأی عمومی دیوان عدالت اداری برآمده یک گزارشی را جهت اعمال ماده 93 و 109 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اعمال ضمانت اجرای آن یعنی انفصال و جبران خسارت به ریاست معزز دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده شد. از طرف دیگر علاوه بر اینکه طرح مجتمع پتروشیمی در نزدیکی میانکاله فاقد مجوزهای محیط زیستی است، به استناد مصوبه هیئت وزیران در سال 1381 استقرار صنایع شیمیایی و فاضلابزا در استانهای گیلان، مازندران و گلستان به استثنای شهرک‌های صنعتی لوشان و مراو تپه ممنوع است. سال 99 دیگه مصوبه در واقع ملغا شد دیگه. در اسفند 99 همین هیئت وزیرانی که اون موقع این محدودیت رو گذاشت، همین هیئت وزیران این محدودیت رو برای مازندران برداشت، یعنی مصوبه داد. مجددا سال 99 چند تا پتروشیمی در یه پکیج تصویب شده از جمله پتروشیمی امیرآباد مازندران. این تر در دهستان میانکاله هست. اون چی که توی فضای مجازی به دروغ دارن تبلیغ میکنن، این تر از نظر هوایی بیش از 7 کیلومتر با تالاب میانکاله و از نظر زمینی قریب 15 کیلومتر با دهستان میانکاله فاصله داره. این طرح مصوبه هیئت وزیران رو داره. من فقط موافق نیستم، هیئت وزیران موافق اجرا این طرح اینا. بر اساس از کنم سیاست های سازمان محیط زیست کشور با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی صنایع آب برن، مقرر شده که واحدهای پتروشیمی در جای مستقر بشن که بتونن از آب دریا بتونن استفاده بکنن. ما در شرق مازندران نرخ بیکاریمون قریب 20%. این لشکر عظیم از بیکاران نیاز به عرصه کار دارن. همه اون استانداردهایی که سازمان محیط زیست به دنبالش هست، سرمایه گذار طرح درها بارها و بارها اعلام کرده در جلسات مختلف که با سازمان محیط زیست داشتیم، فرموده هر استانداردی که متناسب با شرایط روز دنیاست بر من تحمیل کنید، من حاضرم بپذیرم. ضمانت کیفیت این پروژه رو پذیرفته سازمان پتروشیمی کشور. اینجا بر اساس نامه‌ای که خود سازمان محیط زیست به سازمان امور اراضی کشور داده، زمین به سرمایه‌گذار تحویل داده شد که کارهای در واقع خودش شروع کنه. الان سرمایه‌گذار داره دور زمین رو با فن
محصور میکنه زمینی که واگذار کرده، چون دولت از سرمایه‌گذار تعهد گرفته، سازمان امور اراضی، که شما به هر حال باید در زمین رو اونجا اقدام انجام بدید. این مجتمع در فاصله کمی از محل احداث نیروگاه حرارتی نکا مستقر شده. در این نوار چند کیلومتری ابتدا نیروگاه، سپس مجتمع کشتی سازی، سکوی حفاری نفت و در نهایت مجتمع بندری امیرآباد بهشهر قرار گرفته که بخش زیادی از اراضی مرتعی را درگیر و نابود کردند. با اضافه کردن این مجتمع پتروشیمی به این فهرست، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد. کلنگزنی این مجتمع در حالی صورت گرفت که در جریان دو سفر استانی هیئت دولت به گلستان و مازندران، رئیس جمهوری با قاطعیت از اهمیت زیستگاه میانکاله و در نظر گرفتن این منطقه به عنوانی ثروتی ارزشمند و مورد حفاظت صحبت کرد. به هیچ عنوان نذید این مجموعه از بین بره. با همه در واقع همتتون شماها دستندرکاران حفظ محیط زیست تلاش بکنید که این مجموعه از بین نره. تغییر کاربری زمین‌های مرتعی منطقه حسین آباد در نزدیکی تالاب میانکاله اعتراضات زیادی به دنبال داشته است. یکی از اقدامات بحث برانگیزی که برای کاهش فشار اعتراضات به این تصمیم صورت گرفته، کاشت 40,000 اصل نهال غیر بومی اوکالیپتوس و سپیدار در این منطقه است. علاوه بر احداث مجتمع پتروشیمی، کاشت گیاه غیر بومی هم مخالف ضوابط محیط زیستی است. شکایتی هم از طرف زینفان، حدود 40-50 نفر از زینفان که در واقع تر مرتع دارن، اونجا مرتع دارن، تنظیم شده. نیروگاه فقط آلودگیش هواست، ولی اونا پساب‌های بسیار خطرناکی دارن، ضمن اینکه آب شیرین کن با در واقع ظرفیت 25 میلیون متر مکعب در سال داره و این در واقع آب شیرین کن پساب بسیار گسترده‌ای رو به دریا تحمیل میکنه، دوباره به دریا تحمیل میکنه. این پساب بعد از اینکه به دریا رسید، صرف نظر از اینکه حالا آلودگی ایجاد میکنه، به راحتی بر اساس چرخش عکس ساعت جریان‌های آبی به کانال چوپغلی و نهایتاً به تالاب میانکاله که محل زادآوری بسیاری از مایعی استخوانی و قزروفی هستش خواهد رسید و میتونه زیستگاه دریایی تالاب میانکاله رو از بخش دیگر دچار چالش بسیار جدی کنه. با واکاویایی که ما انجام دادیم و اسنادی که در واقع به دست ما رسیده، به نظر میرسه که تشریفات در واقع حقوقی و اداری کامل نشده و دوچار به وزیر کشور، وزیر محترم کشور، اطلاعات نادرستی مبنی بر اخذ مجوز داده شده و از طرف دیگه مطمئن هستیم هیچ مجوز ممهوری به مهر رئیس سازمان محیط زیست و در واقع سازمان محیط زیست به دست سرمایه گذار نرسیده، فقط بر اساس گمانه هایی که خودشون و ارتباط های ناسالمی که حالا ایجاد شده، اطلاعاتی از در واقع به دستشون رسیده که مجوز داده میشه. همون زمین کاملا به زیر آب میره، مرتب به زیر آب میره و هیچ نوع تمهیدی نمیتونه در واقع جلوی بالا اومدن آب رو بگیره. تمام شیب زمین و سیلاب هایی که از بالا دست میاد، اون مرتع در جایی هستش که از بالا دست سیلاب های متعددی از شهرستان های بهشهر، قره تپه، حسین آباد، رستمکلا، گرجی مله به سمت منطقه میاد. همونجور که رودخونه در واقع رادار کیلر رو دیدین، آب های سطحی هم زمانی که سیلاب باشه به سمت پایین میاد، از همین مرتع میگذره و هر نوع سیلابی که در منطقه متعدد و زیاد هستش در فصل های پرباران میتونه اون کل منطقه رو بشوره و به سمت تالاب و دریا ببره. اعتراضات به ماجرای میانکاله همچنان ادامه دارد. سخنگوی دولت به تازگی از حساسیت افکار عمومی در این باره تشکر کرده و گفته است مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به هیئت دولت قبل در اسفند 99 است و اجرای آن منوط به دریافت مجوزهای محیط زیستی است.